به نام خدا. سلام دوباره عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. عرض به حضور با سعادتتون که من که خب علاقه به این کتابخونه داشتم و از تقریبا آمد و شدم به این کتابخونه برمیگرده به دوره نوجوانی. موقعی می اومدم توی مسجد اعظم روبروی شبستان یه دری بود، پله می اومدیم بالا و می اومدیم کتابخونه. این از زمان آمد و شدم به این کتابخونه. و اما چند دلیل داشت که من علاقمند به این کتابخونه بودم. یکی متبرک بود به نام آیت الله عظما بروجردی و بالاخره ما موقعی اسم بروجرد و خرم آباد و این چیزا میاد اصلا یه علاقه مضاعفی پیدا میکنیم. ما ارادتمون به حضرت آقا بود و از اون طرف هم باز چون مجموعه مرحوم حاج محمد رمضانی اومده بود به این کتابخونه و من با جستجویی که داشتم در تاریخ معاصر دیدم مرحوم حاج محمد رمضانی یک زمانی به تنهایی وظایف چندین نهاد رو تو این کشور انجام میداد، به تنهایی بدون دستیار و بدون همراه. حالا گاهی مثلا میگن که مرحوم مهدی آذری یزدی توی مقطعی شاگرد کتاب فروشی حاج محمد بوده در یه مقطعی، یا مثلا مرحوم محسن رمضانی پسر ایشون که بعد از فوت پدرش انتشارات پدیده رو تأسیس کرد و بیشتر پسرش محسن آقا تو حوزه کودک و نوجوان کار میکرد. بعد خب حاج محمد علاقمند بود اون کارا ادامه پیدا کنه، ولی خب محسن آقا یه خانومی داشتن، ظاهرا خانوم رفت فرانسه و محسن آقا رو برد و یه گسستگی بین آقا محسن رمضانی و نشت به وجود اومد و از خانواده مرحوم رمضانی الان برادرزادهشون که مؤسس و مدیر نشر مرکز هستند در خیابان فاطمی تهران روبرو هتل لاله ایشون هستند، ولی فرزند دیگه حاج محمد نداره که مثلا تو حوزه نشر فعال باشه. حاج محمد واقعیت قضیه ما اگه نگاه کنیم سالیان سال میبینیم حاج محمد رمضانی کار کتابخانه ملی رو انجام میداده، کار خانه کتاب رو انجام میداده و یک آدم در اون زمان با ابزار و امکاناتی که اون موقع بوده هیچ کس هم بهش نگفته. حالا با ادبیات امروزی ها صحبت کنیم یک خودتکلیفی بوده. خودتکلیفیه حاج محمد رمضانی و این عشق و علاقه‌ای که داشته و شما تنوع کارهایی که ایشون انجام داده. اولا در مجموعه سازی بی‌نظیر بوده در نوع خودش در اون مقطع. کتاب‌هایی که ایشون گردآوری کرده، نشریه‌هایی که ایشون گردآوری کرده، جزوه‌هایی که ایشون جمع کرده. مرحوم حاج محمد رمضانی هر فردی یه تعریفی از کتاب داره، نهادهای ما هم یه تعریفی داره، نهادهای ایرانی یه تعریف داره، نهادهای جهانی یه تعریف داره. یه کسی میگه کتاب 24 صفحه است، یه کسی میگه 49 صفحه است، ولی افرادی داریم که تعریف کتاب از نظرشون اینه هر مضمونی که بر محملی ثبت و ضبط شود کتاب است. قید شکلی ندارن، یعنی بگن که
شکل تعیین کننده است. حالا یونسکو میگه 649 صفحه، بعضی ها در ایران میگن نه 24 صفحه هم کتابه، ولی این تعریفی که هر مضمونی که بر محملی ثبت و ضبط شود کتاب است، به ما میگه ما در قید و بند شکل نباشیم. شکل سالاری دست و پای ما رو میبنده. شکل سالاری برای گردآوری مؤثر نیست، برای ساماندهی هم تا حدی مؤثر نیست، برای اشاعه اطلاعات و بازیابیه که این مدارک از همدیگه تفکیک بشن. یعنی پله سوم ماجرا به ما کمک میده که اینها تفکیک بشن، بیشتر قابل بازیابی هستن. حاج محمد رمضانی اون دوره کار مجموعه سازی رو انجام میداده. من تو یه جزوه‌ای که راجع به حاج محمد نوشتم، مقالات مختلفی نوشتم راجع به حاج محمد در مجله های کتابداری، مجله های صنعت چاپ، مجله های حوزه مطبوعات، چون با این سه حوزه و چند حوزه دیگه حاج محمد رمضانی مرتبط بوده. در نهایت تو مجموعه مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران من چکیده هر آنچه درباره حاج محمد رمضانی میدونستم در 10,000 کلمه در یه مجلد از مشاهیر کتابشناسی معاصر آوردم. در اونجا شما میبینید که این مرد مجموعه سازیش بنا به خاطرات افرادی است. هر روز یک ساعت معینی حاج محمد رمضانی کیسه به دست و گونی به دست شاگردش رو در مغازه خودش، در کتاب فروشی خودش میذاشته، میرفته کتاب گردی به اصطلاح، و میرفته بساطی ها رو میدیده، هر آنچه میدیده به کارش میاد و نداره تهیه میکرده. من همیشه صورت ماجرا رو که میخوام ببینم، روی صحنه رو که میخوام ببینم، به پشت صحنه هم فکر میکنم. مثلا من به خودم میگم که خب حاج محمد رمضانی 1301 تا 1310 کم 45 که دیگه کسالت داشت و چیز شد، و شاید هم بگم 46 سال فوت. حاج محمد رمضانی چطور 46 سال با این خود تکلیفی جمع میکرده منابع رو؟ من خیلی فکر کردم. تا امروز هم این لحظه ای که خدمت شما هستم جایی نگفتم اینو، چون میخواستم ادله بیشتری جمع کنم بعد این حرفو بزنم. ولی امروز که توفیق زیارت شما رو پیدا کردم و توفیق زیارت هم شما هم کتابخونه رو، یه جمع‌بندی ذهنم هست که برای اولین بار خدمت شما میگم. بازم دنبال اینم ادله ای برای حرفم پیدا کن، و اونم اینه که در 1301 این تو کتابم نیاوردم، تو اون مقالاتی هم که راجع به حاج محمد نوشتم نیاوردم. من نشریه کتاب حاج محمد رمضانی رو تجدید چاپ کردم، 4 شمارش، چون کتاب شناسی 11 سال نشر ایران سالها پیش تجدید چاپ کردم. به جز اون تجدید چاپ نشریه کتابش، حتی شرقم که ما در انتشارات اساتی میخواست تجدید چاپ کنه، من مقدمه نوشتم به دوره مجله شرق. میمونه دو مجموعه دیگه از مرحوم حاج محمد رمضانی، دو مجموعه ادواری دیگه، یکی تجارت، یکی هم افسانه هاست، که باز راجع به اینا هم کار کردم، عدد و رقمش رو استخراج کردم در آوردم، تو مقالات راجع به اینا نوشتم.
بس یه بس مجموعه سازی حاج محمد رمضانی، یه بس بس فهرست نگاری حاج محمد رمضانی، یه بس بس نشر ادواری به وسیله حاج محمد رمضانی، و 4-5-6 همینجوری میتونیم تفکیک کنیم. ولی در باب مجموعه سازی که خیرش به این کتابخونه رسید و نیت خود حاج محمد رمضانی این بود کل خیر مجموعش به قم برسه و اون کتابخونه رو درست کنه که عمرش کفاف نداد و کتاب‌ها و جزوه‌ها به قم اومد، ولی مجموعه بی‌نظیر نشریه‌های ادواری که حاج محمد جمع کرده بود، روزنامه و مجله، به مخزن هفتم دانشگاه تهران رفت به قیمت اون موقع 55,000، بعد شد 75,000 تومان که الانم میریم مخزن هفت، سالها 30-40 سال ما از اون مجموعه استفاده میکنیم. همین مهر کتابخونه صاحب الامر رو داریم. من با خودم فکر میکنم، میگم در 1301 چرا باید حاج محمد این وظیفه رو برای خودش تعریف میکرد در کنار وظایفی دیگه و این مجموعه رو گردآوری میکرد؟ خیلی فکر کردم، به یه نکته رسیدم که اینجا خدمتتون عرض میکنم. 1301 سالیه که آمریکا به فکر گردآوری منابع فارسی میفته و از 1301 تا به امروز هر آنچه مدرک فارسی، کتاب، نشریه ادواری، روزنامه ها، مجله ها، عرض به خدمت شما، جزوه ها، تمام مدارک اسناد تا جایی دستشون رسیده، از 1301 به توالی جمع کردن. اگر در گذشته به تناوب بوده، از 1301 تا به امروز به توالی، یعنی 97 ساله که این کار رو انجام میده. یک مصاحبه‌ای با مرحوم پورهادی، مسئول کتابخونه کنگره آمریکا، در مجله میراث ایران چاپ لس آنجلس به مدیریت و سردبیری آقای شاروخ احکامی مصاحبه انجام شده، تو اون مجله چاپ شده قبل از فوت مرحوم پورهادی ببخشید، که مسئول کتابخونه بخش فارسی کتابخونه کنگره بود. تو اون مصاحبه میگه که بله، این مجموعه ما از 1301 مثلا جمع شده و قبل از ما بوده و از این صحبت ها. اون مصاحبه کننده از مصاحبه شونده میپرسه که خب موقعی که 13 آبان سفارت آمریکا رو گرفتن شما چه کار کردید؟ میگه اولین خبری که ما مطلع شدیم فوری به سفارت پاکستان گفتیم همون روز هم قطع نشه، و ما 3 روز 13، 14، و 15 آبان مشکل داشتیم که سفارت پاکستان در تهران برای ما گردآوری منابع رو انجام داد. خب شما بالاخره از این گفتگو این نکته رو بخوایم استخراج، و نکات بسیاری، یعنی اون گفتگو باید بارها بازخوانی بشه تا ما متوجه اهمیت کتابخونه هامون. البته کتابدار جماعت متوجه اهمیت کتابخونه هست، کارمندای کتابخونه به مرور اهمیت کتابخونه و ارزشش رو متوجه میشن، ولی این برنامه ریزای ما هستن، مدیران فرادستی هستن که دستگاه های تصمیم سازی و تصمیم گیری و سیاست گذاری ها دستشونه که این گفتگوها رو بخونن تا به اهمیت کار بیشتر پی ببرن.
حالا من میگم حاج محمد رمضانی به نظرم اون موقع دیده یک نفر خارجی کیسه به دست داره منابع رو گردآوری میکنه. حاج محمد فکر کنم ساعت کارشو زودتر از اون فرد قرار داده و خودش کیسه به دست شاگردشو میذاشته کتاب فروشی و شروع میکرده به جمع کردن. تفکر حاج محمد این بوده چرا باید میراث ما دست اجنبی باشد؟ چرا ما میراث خودمون رو خودمون حفظ نکنیم؟ و لابد اون موقع ارباب بی‌مروت دنیا هم بودن، حاج محمد هم رفته بهشون گفته کسی توجهی به حرفش نداشته و این خودش این کار رو انجام داد. و 45-6 سال این مرد با وجود اینکه کتابخونه‌های گوناگونی در اون دوره تأسیس میشه، بعضی هم از قبل از شروع به کار حاج محمد رمضانی کتابخونه‌ها وجود داشتن و کارشون رو ادامه دادن، ولی این احساس میکرده اون کتابخونه‌ها و کاری که انجام میدن وافیه به مقصود نیست، باید خودش دنبال کار رو بگیره.